سلام علیکم شاگردا، خوب هستین؟ بخیر آمدین؟ تشکر، زنده باشین. چه حال دارین با درس ها؟ آمادگی کامل دارین؟ درس گذاشتیم و کدام حرف بود؟ حرف سین. صدای چی رو میداد؟ صدای سه رو میداد، درست است؟ به حرف سین یک کلمه بگویم ببینم به یادتان مانده یا نه. سبزی، سیب. آفرین، به هر دوی صدای سینه تلفظ کردین، درست است؟ صدای چی رو میداد؟ سه. حرف سواد خوانده بودین، درست است؟ خب درس رو که امروز ما شما میخوانیم معرفی حرف ت و حرف نون است. معرفی حرف ت، ببینین حرف ت، ت دو شکل داره. به زمان تلفظ زبان و دندانهای بالا میخوره. ت ت تکرار کنین. ت ببینین، متوجه میشین خودتون که در عین تکرار، در عین تلفظ چی میشه؟ زبان و دندانهای بالا میخوره، درست است؟ ببینین ت ت ت چند شکل دارن؟ دو شکل دارن. چند نقطه دارن؟ دو نقطه داره. در کدام قسمت؟ قسمت بالا، درست است؟ ت دو شکل داره، شکل نیمه، شکل کوره. دو نقطه داره در قسمت بالا، درست است؟ یه از حرف ت و حرف نونم براتون میگم. حرف ت نیمه و ت کوره. حرف نونم که هست به دو شکل است. یکی نون نیمه داریم و یکی نون کوره داریم. درست است؟ ببینین حرف نون، در حروف الف با حرف نون میگیم، اما زمانی که تلفظ کنیم صدای ن، صدای ن، بگوین ن چی میشه؟ زبان با کام میچسبنه. بگوین نون ن ن ت ن. خب اینو یک مرتبه براتون اشاره میکنم، خوب دقیق شما متوجه بشید. متوجه شوین ت نیمه از بالا میرین پایین، بعدا نقطهش میمونه دو تا نقطه. ت پوره از بالا میرین پایین، خط راست، دوباره میرین طرف بالا، دو تا نقطه میمونیم. و حرف نون که صدای نه رو میده، ببینین نه، ای نون نیمه و نون پوره شکل گرد میسازین و نقطه در داخل شکمش میه. متوجه شدین؟ همین کار شما اجرا کنین که من ببینم. ت و نه. آفرین آفرین. خب امیر شکل نوشتاریشو ببینین. ت نیمه ت، ببینین خط کشیدیم، بعدا دو تا نقطهشو دادیم، درست است؟ و ت پوره که هست از بالا اومدیم پایین، دوباره یک خط راست و رفتیم طرف بالا، دو تا نقطه داشت، درست است؟ و نون که هست صدای ن میداد. نون نیمه به شکل ت نیمه نوشته میشه، فرقش امیز که فقط یک نقطه داره در قسمت بالا. و نون پوره که هست شکل گرد میسازین و نقطه را در کجا میمونه؟ در داخلش میمونه، درست؟ شکل کاسه را میگیره بخواد، درست است؟ این بود از دو حرف. حالا میریم امیر یک اشاره زمینی میکنیم همگی با هم. اول متوجه میشین که من چی کار میکنم، بعد شما هم کار اجرا میکنین، درست است؟ خب ببینین حرف ت، ت نیمه و ت پوره، خط راست میگیریم، دو تا نقطه در قسمت بالا. حرف نون که گفتیم صدای نعمته، نون نیمه از بالا میایم به طرف پایین، یک خط میگیریم، نقطه در قسمت بالا. و نون پوره که هست شکل گرد میشه، بعد نقطه در قسمت داخلش قرار میگیره. حالا شما همین کار اجرا کنین در کتاب چایتان. من ببینم، ببینین درس دهم است. درس دهم عنوان درس ما است نام من. نام من، شما طرف عکس ببینین، در عکس چی میبینین؟ آفرین، سواد آموزا شیشتن در کاغذ ها نامای خدا نوشته کردن و استاد چی کده؟ یک نفر خواسته سر تخته بیای نام خدا نوشته کنه و خود معرفی کنه. فرض مثال من میگم نام من سمیه است، شما بگوین نامتانه؟ نام من صدیق است. آفرین، شما بگوین آفرین. به می شکل ما میتونیم خود به یک نفر معرفی کنیم، درست است؟ میگم نام من سمیه است. عنوان درستون هم همی است، نام من، درست است؟ حرف نونه ببینین، در اینجا براتون نشان دادن نون نیمه، نون پوره. در صدا کشی گفتیم تلفظ کنیم صدای چی رو میتن؟ نه، صدای نه. زبان گفتیم با کام میچسبنیم. و حرف ت، حرف ت ببینین صدای ت داد، درست است؟ دو نقطه داره در قسمت بالا. ببینین برای شما در سر تختام نوشته کرده، در عکس براتون نشان داده و جمله رو براتون گفته. تا همگی با هم بلند میخونیم، نام من تیمور است. بخوانین از پشت من، نام من تیمور است.
امیر برتان سر تخته نوشته میکنم و حرفا را که امروز متوجه شدین آشنا شدین باش برتان نشان میدم. درست است؟ نامه من تیمور است. خب ببینین یک دفعه جمله رو براتون بخونم. نام من تیمور است. یک بار شما از پشت ما بخونین. نام من تیمور است. متوجه شدین؟ هم حرف ت هم حرف نون در این جمله هر دویش آمده و صدا کشی هم خوب تلفظش فهمیدین. ت گفتین صدای چی رو میداد؟ ت. نون صدای چی رو میداد؟ نه. ببینین نام نام نه درست است؟ نه آم نه آم. حرف نون در کجا آمده؟ کدام شکلش است؟ شکل نیمه. درست است؟ ببینید در کلمه من، در کلمه من بازم صدای ن آمد. متوجه هستین؟ مئن مئن. خب نون در کجا آمده؟ کدام شکل نون است؟ آفرین، شکل پوره. کلمه تیمور، ببینید تیمور ت دمی اول متوجه هستین؟ درست است؟ ببینید تیمور دمی اول آمده، شکل نیمه، شکل نیمه تیمور. درست است؟ در کلمه است ت پوره در قسمت آخر آمده، صدای چی رو داده؟ است ت. صدای چی رو داده؟ صدای ت رو داده. دقیق شدین؟ ببینین امی حرفایی رو که در این جمله خواندین من گردش حلقه میکنم شما دقیق باشین. نون نیمه در کلمه من نون پوره، در کلمه تیمور ت نیمه، و در کلمه است ت پوره. متوجه شدین؟ حرفا را دیدین؟ هم نون نیمه را شما خواندین، هم نون پوره گفتین صدای ن میداد، و هم ت نیمه را خواندین، هم ت پوره صدای ت گفتین میداد. درست است؟ ببینین کلمه نام گفتیم ن آم ن آم. آفرین، تکرار کن. چند حرف است؟ سه حرف است. کلمه من ببینین من یک بخش است، نه؟ بگوین مئن مئن. حرف را که امروز خواندین در کجا آمده؟ داخل آمده. کدام صدا را دادن؟ نه. صدای چی را دادن؟ نه. خب کلمه تیمور ببینین ت ای م او ر ت ای م او ر شده تیمور. درست است؟ کلمه ت در کجا بود؟ در اولش بود. درست است؟ کلمه است ببین است هم یک بخش است. است است است. حرف ارم خوانده بودین، حرف سینم خوانده بودین، سینه گفتین سیدن دانه داره، و حرف تی که امروز معرفی شدین در قسمت آخر آمده، تی پوره دو نقطه داره در قسمت بالا، صدای ت است ت. ببینید صدای ت را داره. درست است؟ شما امروز دو حرف خواندین، حرف ت حرف نون ت گفتین صدای ت زبان میره به دندانه بالا میچسبه، حرف نون صدای ن زبان میره به کام میچسبه. درست است؟ و عنوان درس ما نام من خود ما را معرفی میکردیم به دیگران. اینجا براتون گفته نام من تیمور است. نام من تیمور است. این جمله را یاد گرفتین؟ این بود درس امروزتون. کسی هست که مشکل داشته باشه؟ موفق و پیروز باشین. درستان این میز کار خانگیتون. یک مرتبه از روی از این جمله نوشته کنین و حرفایی را که امروز معرفی شدین امروز با قلم رنگه گردش حلقه میکنین. در خود این جمله با قلم رنگه گردش حلقه میکنین برای صبح املایش کار. درست است؟ موفق باشید.